دنیای امروز آموزش و محتوای الکترونیک عنوان بخش ابتدایی برنامه برخط هستش. جناب آقای محسن عظیم نژاد، مدیر دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران، میهمان امشب و حال حاضر برنامه برخط هستن. قربان، سلام، شبتون بخیر باشه، خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض بکنم خدمت شما، مجری خیلی خوب و دوست و همکار بسیار عزیزم آرش خان. متشکرم، خیلی خوش آمدید. آقای یوسف گفتید من اخراج میکنه اگه قاضی نژاد نخند. قاضی نژاد همین اولش داره لبخند میزنه که موندگاری من توی برنامه کنه. خیلی ممنون آقای عظیم نژاد، لطفا نخندید. ایشون برن. بله. از وقت شما دارم میزنن آقای کارمند. خب آقای عظیم نژاد، یه توضیح کلی میدین دپارتمان ICT مجتمع فنی چی کار میکنه و اساسا چرا از بقیه بخش مجتمع فنی جداست و مهمترین بخشایی که روی آموزش روش فعالیت میکنه چیه که تو سوال ما ازتون بپرسم؟ عرض کنم خدمتتون، مجتمع فنی تهران با بیش از 30 سال یا 33 سال سابقه درخشان آموزشی، از همون ابتدا فعالیتش رو بر پایه آموزش‌های مهارتی تخصصی بنا کرد و دیدگاه مؤسسین این بود که دوره‌هایی رو ارائه کنن که منجر به شغل یا ارتقاء شغلی میشه. علاوه بر این ما همیشه سعی کردیم که آخرین فناوری‌ها و فناوری‌های نوین رو وارد کشور بکنیم و همیشه آخرین ورژن یا نسخه فناوری‌های جدید رو در برنامه‌ریزی و تدوین دوره‌هامون لحاظ بکنیم و همیشه در این زمینه پیش رو بودیم. با همین رویکرد دپارتمان ICT مجتمع فنی تهران علاوه بر اینکه دوره‌های تخصصی و تخصصی ویژه‌ای رو که توی جامعه الان رایج هست، همواره سعی کرده که آخرین دستاوردهای روز دنیا رو وارد بازار بکنه. عمدش عمدش ICT. به عنوان مثال عرض کنم خدمتتون، الان مهمترین سرخط ها رو هم داریم. بله، MCITP MCSE 2012 هست که در واقع شرکت مایکروسافت MCITP رو دوباره داره تبدیل میکنه به MCSE. ما الان آمادگی کامل داریم و انشالله از دیما آپگرید 2008 به 2012 رو اجرا میکنیم. یا اینکه ما اولین بار امسال، برای اولین بار در ایران و خاورمیانه، سمینار تخصصی کلاود کامپیوتینگ رو برگزار کردیم که بسیار بسیار هم مورد توجه و علاقمندان قرار گرفت. مجبور شدیم چند بار این سمینار رو تکرارش کردیم. درسته. یه نگاه سریع به دوره‌ها داشته باشین که بتونم سوالا روی همون بپرسم. در واقع مهندسی سخت افزار و شبکه رو داشتین، در واقع مهندسی نرم افزار و وب و مواردی مثل اینو داشتیم و در واقع امنیت و راهبری، همون گاورننس رو بگیم، و روباتیکس و مواردی مثل این. درسته. البته خب مخابرات و ICDL هم جزشون قرار میگیره. کلا 7 گروهی هست که ما بله. در واقع دورهای ICT رو در تقسیم کردیم که بتونیم بله. اگه اجازه بدیم فکر کنم یه نقص کوچیک توی صداتون داریم. اگه موافق باشیم میریم یه بخش تصویر کوتاه میبینیم، برمیگردیم. آقای عظیم نژاد هم سری گرم کردن که سوالا رو پیشا پیش برن به استقبالش. خدمت شما هستیم. حتما داشتم با دقت نگاه می‌کردم که این پیامک‌هایی که برام میاد گاهی واقعا
چالش خیلی خوبی داره. مهمترین نکتهش هم اینه که باید درباره سوالی می‌پرسم، مثلا در مورد بازی زامبی پرسیدین، خیلیاتون حتما در موردش حرف می‌زنید، کال آف زامبی اگه اشتباه نکنم پرسیدین و مواردی مثل این. پس حتما در این باره هم توی بخش بعدی که بخش بازی صحبت خواهیم کرد. خب آقای عزیزی نشستیم در مورد دپارتمان‌های مختلف صحبت می‌کردیم، گفتیم که راهبری موارد رباتیکس، تلکامیکیشن یا همون مخابرات و ICDL جزءش بود. اینها در واقع هفت گروه ما هستن. ما اون دوره‌هایی رو که الان مورد نیاز جامعه هست و بایستی با فناوری‌های جدیدی که داره به سرعت رشد می‌کنه روش تاکید بکنیم، بیشتر در زمینه راهبری فناوری اطلاعات هست یا آی‌تی گاورننس. بحث امنیت اطلاعات خیلی مهمه، مخصوصاً توی این اواخر اتفاقاتی رو توی جاهای مختلف دیدیم. بخش کلاود کامپیوتینگ و مجازی سازی هم که به هر حال صحبت روز هست. درسته. حالا نشد یه نکته وجود داره، خیلی از مباحثی که تو حوزه آی سی تی وجود دارن واقعاً خب خدمت همین حوزه، حالا درسته که مجتمع فنی 30 سال خدمت داره ولی خیلی از مباحث شاید به دو دهم نمیرسه، حتی مباحث قدیمی ترش. الان خیلی از این مواردی هم که شما بهش اشاره کردین شاید خدمت بعدشون حتی 2 سال هم نیست، یعنی حالا کلاود کامپیوتینگ باز مفهومش شاید قدیمی تره ولی به عنوان یه صنعت کاملا جدیده. از اون طرف هم مثلا ویچوالیزیشن و اینا کاملا مبانی جدیدی به حساب میان. تو این مورد استاد پیدا میشه اگه بخوام خیلی خودمونی بپرسم ازتون؟ عرض کنم خدمتتون یکی از چالش هایی که ما داریم و بایستی همیشه ملی هم بهش نگاه بکنیم بحث استاد هست. به همین دلیل ما بر پایه استانداردهای شرکت کامپتیا دوره سی تی تی پلاس رو طراحی و راه اندازی کردیم و به طور مداوم فعالیت های دپارتمان هم الان موجوده. بله، به طور مداوم داریم اجرا میکنیم. اگر لازم باشه فناوری جدیدی باشه که ما حتی توی ایران دسترسی نداشته باشیم، یا متخصصین رو میتونیم بفرستیم به خارج از کشور، یا از خارج از کشور استاد میاریم و اینجا استادای خودمون رو در واقع متخصصین خودمون رو تعقیب کنیم. اگه لازم باشه اساتید خارجی هم. بله اگه لازم باشه از اساتید. خب یه چیزی که در مورد دوره های آی سی تی وجود داره، ما دفعه قبل من از آقای سعادت پرسیدم، فکر کنم هفته قبل یا دو هفته قبل بود، از آقای سعادت دو هفته قبل بود. از آقای سعادت پرسیدم که خب بخور دوره ها گرونه، بعد من داشتم اون موقع دروس عمومی رو میپرسیدم، بعدشون گفتن که خب بعضی ژیانن ما بنزیم و یه موردی مثل این. حالا اتفاقا آرش پیامک در این زمینه ما زیاد داریم، یعنی چند مورد پیامک داشتیم که این دوره ها چرا انقدر قیمتاش بالا هستش. واقعا مثلا دورهای مثل کلاود کامپیوتینگ ویچوالیزیشن قیمتش خیلی خیلی زیاده. خانم آقای آقاجانی از تهران گفتن که دورهای شما چرا اینقدر گرونه، یکم ارزان‌تر خواهشن. اگر تجهیزات رو ارزان‌تر به ما بدن قطعا ما هم دوره رو ارزان‌تر ارائه میکنیم، ولی واقعا خود آرش جان میدونن که تجهیزاتی که در زمینه حتی آموزش کلاود کامپیوتینگ و سکیوریتی هست بسیار بسیار گرونه و گاهن پیش میاد ما دوره هایی رو ارائه می کنیم که شاید باور کردنش یه مقدار مشکل باشه، سودی هم برای مجتمع فنی تهران به همراه نداره. درست. یه نکته دیگه که وجود داره در این مورد اینه که یه سری از این راه حل سازمانی هست، مثلا همون بی تو بی قرار میگیرن، مثلا آی تی گاورننس قاعدتا یه راه حل سازمانیه حقیقتش رو بخواید، یا مواردی مثل کلاود کامپیوتینگ و خیلی با کاربر نهایی با اند یوزر در تماس نیستن. خودتون فکر میکنین که برای مردم عادی این در دسترس هست؟ ما در دسترس قرار دادیم، یعنی برنامه‌ریزیمون به گونه ای با وجود اینکه میدونیم بعضی از دوره های ما بیشتر سازمانی هستند، ولی برنامه‌ریزیمون به گونه ای هست که دوره ها رو جوری ارائه بکنیم که اگر یک یا دو تا در واقع دانش پذیر آزاد هم وجود داشت بتونن به راحتی خودشون رو هماهنگ بکنن با دانش پذیر با متقاضیان سازمانیمون و از این کلاس ها استفاده بکنن. درسته. قرار دوره‌های مجتمع فنی از همون ابتدا طراحی شدن برای اینکه یه خلایی رو توی سیستم آموزشی ایران پر کنن که در واقع بروز نیست. واقعیتش اینه که خب ما تو زمین آموزش عالی واقعا بروز نیستیم توی حوزه ایران. نه در نهایت همونطور که توضیح دادی به مهارت رفتن به جای مدرک. حالا چقدر با در واقع کمپانی تجاری توی این زمینه همکاری دارین؟ چون قاعدتا خیلی از دوره‌ها مثلا دوره‌های مایکروسافت، اوراکل، نمی‌دونم به قول خودمون آستارای بیت دیفندر و مواردی مثل این. عرض کنم خدمتتون ما اون جاهایی که بتونیم در واقع تحریم ها رو دور بزنیم و دانش رو به راحتی وارد ایران بکنیم خب انجام میدیم. اون جاهایی هم که واقعا تحریم ها دیگه بهمون اجازه نده که به عنوان مثال گواهی نامه ارائه بکنیم، خیلی صادقانه
به دانشپذیر اعلام میکنیم که ما آموزش رو بهتون میدیم ولی گواهینامش رو بایستی از طرق مختلف مراجعه به کشورهای دیگه، مثل دورای سیسکو، مثل دورای اوراکل، ولی دورای مایکروسافت رو ما الان 11 ساله داریم با وجود تحریم به طور مداوم آزمون میگیریم و گواهینامه هم مدارکم ارائه میدیم. در واقع اعتبار بین المللی داره. خیلی خوب، خیلی متشکرم. من سالمون پرسیدم از آقای عزیزی، اگه سوال داریم من خدمت شما هستم. متشکرم از تو آرش. دو تا سوال رو برای این بخش انتخاب کردم. خانم یا آقای رستمی‌وند از تبریز پیامک دادن، گفتن که نحوه جذب اساتید شما به چه نحوی هستش؟ یعنی اساتید شما چه شاخصه هایی باید داشته باشن؟ فقط کوتاه لطفا. کوتاه اگر عرض کنم، اساتید ما باید سه تا مشخصه رو داشته باشن. اولا اینکه در زمینه درسی رو که میخوان تدریس بکنن حتما باید سابقه کار داشته باشن، سابقه تدریس داشته باشن. حتما اگر درسی منجر به سرتیفیکیتی میشه، اون سرتیفیکیت و ترجیحاً یه لول بالاتر اون سرتیفیکیت رو داشته باشن. و سومین شرط اینه که از کمیته تخصصی ما، از دام خانه کمیته تخصصی ما بگذرن. کمیته تخصصی خیلی شدید با این مسئله برخورد میکنه و اساتید رو یه فیلتر خیلی سختی رو. عابدین فتحی از کرج گفتن که آیا شرایط تخفیفی هم شما دارید یا نه؟ بله، ما بر اساس مسئولیت اجتماعی که مؤسسمون داره برای 18 مورد تخفیف داریم، از جمله خانواده معظم شهدا، جانبازان، خانواده فرهنگیان، بازنشسته ها، دانشجویان، 18 مورد تخفیف داریم که تو تمام مراکز شعب ما یک تابلو بزرگ نصب شده که دانشپذیران میتونن تخفیف رو بیان ببینن و استفاده بکنن. امیدوارم که تخفیفاشون هم خوب باشه، 1% 2% نباشه. بله، تخفیف از حداقل 10% شروع شده تا 13. متشکرم آرش. خیلی متشکرم ازتون از وجود. امیدوارم بتونیم این دوره ها رو ادامه بدیم با همکاری مجمع نشانه‌تون که خدمت شما هستیم. دیگه فکر کنم بخش مربوطه از مجلسم تمومه. خیلی سوالای بازی هم زیاد شده دیگه واقعا. متشکرم از جناب آقای محسن عظیم نژاد، مدیر دپارتمان آی سی تی مجتمع فنی تهران. خیلی خوش آمدید. ممنون. خانم ها آقایون، برنامه برخط هنوز ادامه داره.